هرچند دولت افغانستان بارها از امریکا درخواست کرده است که نیروهای امنیتی کشور را با جنگ افزارها و تجهیزات مدرن تجهیز کند، اما با گذشت 11 سال هنوز هم نیروهای امنیتی کشور این تجهیزات را به دست نیاوردند. اکنون حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در رسی یک هیئت عالی رتبه دولت به امریکا سفر کرده است تا ضمن گفتگو در مورد پیمان امنیتی میان دو کشور بر تجهیز نیروهای امنیتی کشور با جنگ افزارهای مدرن بار دیگر تاکید کند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی در کشور با اظهار خوشبینی نسبت به سفر رئیس جمهور به امریکا تاکید میکنند که رئیس جمهور باید تلاش کند تا توجه مقام های امریکایی را در راستای حمایت از گفتگوهای صلح و مبارزه با حراس افغانی به ویژه پس از سال 2014 میلادی جلب کند. تلاش بکند که حمایت ایالات متحده امریکا از روند مبارزه با حراس افغانی، از آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشور و همچنین سهمگیری در بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان جلب شود، اما تلاش نکنه که رئیس جمهور کرزی به خاطر منافع شخصی گرفتن امتیازهای شخصی چنه زنی کنه. بیشتر است که بیشتر و مهمتر باید روی مساله کلان افغانستان مذاکرات صورت بگیره. گفته می شود بحث درباره گفتگوهای صلح افغانستان و چگونگی حمایت امریکا از این روند از موارد مهم گفتگوهای حامد کرزی با مقامهای امریکایی است. برخی از آگاهان سیاسی در کشور نیز از این سفر رئیس جمهور به عنوان نقطه عطف در کشور یاد کرده میگویند رئیس جمهوری کشور باید منافع ملی و اراده مردم را در گفتگویش با مقامهای امریکایی در نظر گیرد. اراده عمومی و یا خیر عمومی یا اراده مردم در نظر گرفته شود یا میشد. نکته سیومی مدیریت خود ای نشست است که از جانب افغانستان دوستا و شخصیت هایی که سفر میکنن به خصوص در رأسش رئیس جمهور است چگونه میتونن این مدیریت بکنن و سطح خواست دو جانبه در نظر بگیرن. همچنان دیدگاه برخی شهریان پایتخت کشور درباره سفر رئیس جمهوری کشور به ایالات متحده آمریکا و گفتگوها با مقام های آن کشور درباره پیمان امنیتی را نیز جویا شده ایم. آرزو میکنیم که به نفع افغانستان کار بکنن که آینده افغانستان روشن و روشن‌تر باشه و این ملت از این بدبختی نجات بیابد. خواهان هستیم که وقار ملی و عزت افغان‌ها در نظر گرفته و یک توافق را انجام بدن که هم دو جانبه باشه، هم به نفع این واضحا به نفع آمریکا باید باشه، چون در غیر از اون به امکان نداره که توافق شو، اما نفع افغان‌ها هم به وجه باید در نظر گرفته شو، نه اینکه به سرنوشت افغان‌ها بازی شه. منافع ما و شما را با حفظ حاکمیت ملی ما و شما در نظر داشته باشه. این فکر میکنم که تقاضای هر افغان باشه. سفر رئیس جمهوری کشور به امریکا در حال صورت گرفته که قرار است مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز شود. با تکمیل این مرحله امنیت نزدیک به 90% نفوذ کشور زیر پوشش نیروهای امنیتی کشور قرار خواهد گرفت. اما تأخیر در تجهیز نیروهای امنیتی کشور با جنگ افزارهای مدرن زمینی و هوایی از نگرانی‌های جدی در کشور است که هم دولت و هم مردم بر فراهم شدن آن تأکید می‌کنند.